سلام نیک نیکنفس هستم و شما با ما همراه هستین در یکی دیگه از برنامه های هفتگی نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی همراه من و میلاد رسای منش همکارم در برنامه های هفتگی نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی ما تلاش میکنیم به موضوعات مهم در حوزه خداناباوری و اکس مسلم در روزهایی که گذشت بپردازیم و با هم مروری بر این اخبار داشته باشیم میلاد ممنون که با ما هستی اگر موافق باشی از خبر تو شروع کنیم سلام می کنم عزیز سلام به مخاطبین تلویزیون اکس مسلم پادکستر های ما و همچنین عزیزانی که از تلویزیون کانال جدید ما رو به تماشا نشستن ببخشید من یک مشکل مختصری با میکروفونم اول برنامه داشتم بر اساس امیدوارم حل شده باشه دوستان حالا قبل از اینکه خبر خودم رو بگم میخوام اشاره بکنم که واقعا جمهوری اسلامی چه مملکتی و چه شرایطی رو برای ما ساخته یعنی یکی از بهترین کشورهای دنیا با یکی از قنیترین فرهنگ‌ها و تمدن‌ها. به لحاظ سرزمینی یکی از ثروتمندترین سرزمین ها به دلیل نفت و گاز و منابع طبیعی این که به صورت ما یه نیروی متخصص زبده داریم که تقریبا در همه جای در همه دانشگاهی دنیا شما یه پی اچ ریسرچر استاد دانشگاه میبینید نیروی کار فراوانی که در ایران داریم یعنی واقعیت که یک حکومت حتی نیمه نرمالی هم در ایران در قدرت بود شاید مملکت ما از بهترین کشورها بود ولی فقط دقت بکنید که در همین یه هفته ده روز گذشته خبر میاد که زن خبرنگار به دست همسرش کشته میشه زنکشی که به صورت یک شوهری با تبر به سر زنش زده و زنشو کشته دو خبر دو خبر خودکشی از دختران نوجوانی که در مدرسه بودن به دلیل فشارهایی که مدیر مدرسه بهشون آورده دو تا خبر خودکشی داشتیم کیانوش سنجری خبر خودکشیش مخابره شده و امروز هم که صحبت میکنیم خبر حکم اعدام بچه هایی که در پرونده معروف به پرونده شهرک اکباتان دستگیر شدند مخابره میشه تمام این خبرها دوستان در همین ده روز گذشته اومده یعنی ببینید چه وضعیتی در اون مملکت واقعا جاری و ساری هست تا اینها اتفاقاتی هست که مخابره میشه واقعا زیر پوست شهر و در به خصوص مناطقی که رسانه اونجا کمتر هست مثل سیستان و بلوچستان کردستان مناطقی از استان خراسان و مناطقی که برصورت محرومتر هستند به نسبت سایر قسمت ها این اونجاها چه خبر هست و واقعا روزانه مردم دارن شکنجه میشن به دلیل وجود علی خامنه ای و حکومت صفاک جمهوری اسلامی واقعا شر این حکومت امیدوارم هر چیز زودتر از, مردم، از سر مردم ایران و مردم منطقه و جهان کم بشه اما خبری که من میخوام روش متمرکز بشم و فکر میکنم بسیار های اهمیت هست و احتمالا ما در اکس مزلم در روزهای آینده بیشتر در رابطه ایش صحبت خواهیم کرد و مخاطبین ما اگر اخبار رو دنبال بکنند تلویزیون کانال جدید و مشخصا نگاه بکنند حتما اخبار بیشتری در این رابطه خواهند شنید حکمی هست که برای بچه های در واقع شهرک اکباتان بعد از قریب به دو سال که این بچه ها در زندان هستند شکنجه شدند انواع و اقسام فشارها رو متحمل شدند در واقع این حکم صادر شده دوستانی که شاید ندونند چه اتفاقی افتاده در شهرک اکباتان در کشاکش انقلاب زن زندگی آزادی زمانی که درگیری ها در شهرک اکباتان که یکی از کانون های مهم انقلاب بود و هست بالا میگیره یه فرد بسیجی به نام آرمان علیوردی در این اتفاق جون خودش رو از دست میده و بر صورت حکومت جمهوری اسلامی پیرامون این بسیجی خیلی پروپاگاندا میکنه و سرصدای زیادی پیرامون رو را میرسه بارها با خانوادهش مصاحبه میکنه و به یه شکلی کشته شدن این بسیجی رو در واقع چماقی میکنه بر سر کسانی که دستگیر شده بودن که بتونه در حقیقت جنایت خودش رو علیه مردم و سرکوبگری خودش رو علیه زن زندگی آزادی پیش ببره بارها در اخبار بی سی که واقعا اخبار نیست یک نوع در واقع برنامه پروپاگاندایی هست که دستگاه های امنیتی در ایران تولید میکنن برای اینکه بدنام بکنن جامعه مدنی رو اپوزیسیون رو فعالین سیاسی رو و به یه شکلی سفیشویی بکنن جنایت جمهوری اسلامی یعنی رو واقعا نمیشه بهش گفت اخبار علی ظاهر اخبار رو داره یک شوی پروپاگاندا هست برای ارعاب جامعه اخبار 23 به طور واقع بارها ما دیده بودیم که این بچه ها رو آورده بودن باشون مصاحبه بودن بعضا حتی اعترافاتی بر علیه خودشون گرفته بودن معلوم هست که در این دو سال بلایی نیست که سر این بچه ها در زندان نیومده باشه و واقعا جای تاسف من از روزی که خبر دستگیری این هشت نفر رو شنیدم که امروز برای شش نفرشون حکم اعدام صادر شده میدونستم و این حدس رو میزدم که وضعیت بسیار اسفناک و غیر انسانی در انتظار این افراد هست و حکومت جمهوری اسلامی اینها رو به لحاظ روحی و جسمی تا جایی که بتونه تحت فشار قرار خواهد داد امروز هم متاسفانه خبر رو شنیدیم که به حکم اعدام برای شش, شش تن از افرادی که در این پرونده درگیر بودند صادر شده دوستان ما بارها در رابطه با اینکه چرا جمهوری اسلامی و حکومت های اسلامی به اعدام احتیاج دارند صحبت کردیم بارها گفتیم که به تفکر اسلامی در تاریخ خودش اعدام و جنایت علیه مخالفین رو در کارنامه خودش داره حدیثی هست از خود محمد پیغمبر اسلام که میگه برای علیه کسانی که میشورند بر علیه حکومت اسلامی و بر علیه اسلام صحبت میکنند شما حتی مجاز هستید که دروغ بگید بهتان به، بهشون ببندید بعد نامشون کنید به شکلی که مردم به طرف اینها نرن و باشون صحبت نکنن و خب میدونیم که خود پیغمبر اسلام در قضاواتش کفار رو میکشته و اعدامشون میکرده و خب الانم که 1400 سال گذشته میبینیم که جمهوری اسلامی از بد و تاسیسش با اعدام و تناب دار و جنایت و شکنجه و ناخون کشیدن و شلاق و تجاوز و غیره است که در قدرت مونده اما در این مقطع زمانی مشخص که ما صحبت می کنیم که جمهوری اسلامی به شدت در منطقه تحقیر شده به معنای واقعی قافیه رو در جنگ به امریکا و اسرائیل باخته از اون طرف ما در کاخ سفید ترامپ رو میبینیم که یک چهار سال بسیار پرتلاتوم پلت، برای جمهوری اسلامی و اسلام سیاسی رو میشه گفت که متصور خواهد بود حداقل برای جمهوری اسلامی اگر ما کارنامه اون چهار سالی که ترامپ در کاخ سفید بود به خصوص دو سال آخرش رو در نظر بگیریم میشه نشون داد که به هر ترامپ شاید بدترین گزینه برای جمهوری اسلامی بوده و خب قطعا الان مقامات جمهوری اسلامی به شدت دچار ارعاب و ترس شدن در واقع اعتماد به نفسشون رو از دست دادن و خب میدونن که چهار سال بسیار سختی رو با ترامپ پیش رو خواهند داشت از اون طرف ما میدونیم که اعتراضات مردم هر روز داره گسترده تر میشه به طور واقع روزی نیستش که پرستاران بازنشستگان کارگران اعتراض, بکن، اعتراض نکنن یعنی حتی دو روز نمیشه گفت هر روز تقریبا هستش که ما یک خبر یک ویدیو از میبینیم که بالاخره گوشه ای در ایران بازنشستگان و کارگران اعتراض کردن رو میبینیم که عملا به صورت دو فاکتو حجاب رو کنار گذاشتن و خب به جامعه جامعه ایران مثل انبار باروته که فقط منتظر یک جرقه است که در واقع منفجر بشه و فاز دوم و موج دوم زند زندگی آزادی آغاز بشه به همین اطمینان هست که مثلا آرزو آهو آه آه دریایی که اعتراض اوریان میکنه اینها به شدت میترسن دستگیرش میکنن پنهانش میکنن به بیمارستان روانی منتقلش میکنن چه بسا داروهایی بدن بهش که بیهوش بشه یا تا بشه و غیره برای اینکه هر کدوم از این آهو دریایی ها هر کدوم از این آرزو ها که دست به اقدامات اینچنینی میزنن خودکشی میکنن و یا به هر صورت اعتراض اوریان میکنن و یا به یه شکلی یک اعتراض رادیکال رو در جامعه رقم میزنن میتونن اینا به طور بالقوه یک محسا امینی بسیار پرقدرت تر از دوره قبلی و سال 1401 رو رقم بزنن در نتیجه در چنین شرایطی هست که در واقع به بچه های پرونده اکباتان که به احتمال زیاد اساسا چه وسط حضور نداشتن در اون صحنه ای که این اتفاق افتاده و معلوم نیست بر این بسیجی چه اتفاقی براش افتاده که کشته شده و تقریبا از الان میشه گفتش که اونها بیگناه هستند رو بهشون حکم اعدام میده فقط به یک دلیل که چنگ و دندان نشون بده به مردم ایران مردم رو بترسونه و به جامعه جهانی هم این پیام رو بده که ما یک مش اوباش اسلامی کثیف تروریست هستیم که برای حفظ حکومت دست به هر جنایتی میزنیم به همین اعتبارم هست که برای نجات بچهای پرونده اکباتان باید تمام تلاشمون رو بکنیم دفاع از بچه های اکباتان دفاع از ام... انقلاب زن زندگی آزادی دفاع از حق آزادی دفاع از جامعه مدنی ایران دفاع از حقوق زن دفاع از سکولاریسم دفاع از حق آزادی بیانه به همین اعتبار بسیار, بسیار 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 این پرونده به عقیده من پرونده مهم حساس و پرخبری خواهد بود و قطعا در روزهای آینده ما بیشتر در این ربطه خواهیم شد جمله آخرم رو بگم حتما با نهاد ما اکسمازل اسکاندیناوی دوستان در تماس باشید ما برنامه‌ریزی‌هایی برای متمرکز شدن روی پرونده خانه اکباطان. حتما خواهیم داشت و از این طریق سعی بکنید که از انقلابمون زن زندگی آزادی در مقابل این اوباش اسلامی دفاع و پاسداری بکنیم عتی عزیز من صحبتم تموم بفهم. ممنون ممنون از خبر بسیار مهم و البته بسیار ناراحت کننده ای که داشتی و توضیحاتت خب همه ما میدونیم که اگر جمهوری اسلامی یک روز اعدام نکنه با سر به زمین میاد و الان هم همونطور که تو گفتی در شرایط بسیار بدی قرار داره و از همیشه متوحش و اینها همه ضرورت این رو نشون میده که چقدر مهمه که ما حمایت کنیم از این فعالین از هر تیرگونی داریم ازشون صحبت بکنیم و در واقع از هر طریقی فشار رو بیشتر بیاریم که بتونیم این احکام واقعا غیر انسانی و غیر عادلانه و واقعا شنی رو لغو کنیم و اساسا اعدام رو حکم اعدام رو حذف بکنیم از قوانینشون با توجه به وقتی که من سریع سراغ خبر خودم هم میرم همونطور که فکر میکنم همه دوستانمون شنده باشن تو چند روز گذشته خبری اومد که عضو ستاد امر معروف جمهوری اسلامی در تهران گفته که اولین کلینیک ترک بیهجابی در تهران افتتاح شد خب این واکنش های خیلی زیادی رو هم در پی داشت که خیلی اتفاقا فعالین خیلی از مخاطبا حتی خیلی از کسانی که اصلا فعال سیاسی نیستن و خب یک یوتیوبر هستن یا یک کسی هستن که حالا شاید شاید بگیم که یک کسی هستن که اصلا تنز پردازن بسیاری به این پرداختن و خیلی هم مورد تمسخر قرار گرفت ویدیوهای مختلفی در موردش ساختن که واقعا نشون دهنده این بود که چقدر واقعا این خبر در عین حال اینکه مسخره است واقعا چقدر شرم‌آوره چقدر واقعا ناراحت کننده است که در دنیای مدرن امروز که واقعا چه دستاوردهایی واقعا علم داره ما باید در کشور اسلام زده ایران زن اینطور واقعا مورد تحقیر قرار بگیرن و کلینیک ترک بیهجابی واقعا ساخته بشه اما خب حالا من میخوام از جنبه های مختلف بهش نگاه بکنم اول اینکه یه جنبه ای که خیلی به ما ربط داره به اکس مسلم اینکه خب اساس و بنیاد تفکر اسلام یک تفکر غیر انسانیه که اصلا هیچ ربطی به دنیای امروز نداره یعنی شاکله تفکر اسلامی یک تفکر واقعا قرون وستایی یک تفکر غیر انسانی که اصلا هیچ ربطی به خواسته ها و مطالبات انسان ها نداره هیچ ربطی به دنیای مدرن نداره و هیچ ربطی هم به خواسته های مردم ایران در واقع نداره برای همین یک همچین تفکری اصلا این سیستم تفکری یک تفکریه که اساسا تمام تلاشش هم داره میکنه که در قدرت بمونه با هر به هر نحوی که میتونه و حالا در مورد زنها طور که میدونین در تمام این 46 سال جمهوری اسلامی تلاش کرد که با اعدام کردن با کشتن زنها با شکنجه تجاوز جریمه ای که به اونها دادن و هر، به هر طریقی خواست که اونها رو واقعا عقب بزنه و الان میبینین که در حال حاضر با بیهجابی عملی زنها چطور جمهوری اسلامی رو عقب زدن و دیگه واقعا دست اون رو از همه جا کوتاه کردن و الان البته این ترفندی که جمهوری اسلامی به کار برده و میگه که این یک مریضی روانیه و باید درمان بشه باید برم بشه درمان بزش و اینا اولین بار که نیست که جمهوری اسلامی داره این کارو میکنه و به نوعی میخوام بگم که این ترفندشم هم یک ترفند نخنماست و اساسا همون اولین باری هم که این کرد جوابگو نبود و مورد تمسخر قرار گرفت در انقلاب زن زندگی آزادی هم یعنی از وقتی انقلاب زن زندگی آزادی شروع شد هم حتی هنرمندان زنی که در کنار مردم قرار گرفتن از مردم و از زنان در برابر بیهجابی واقعا حمایت کردن و حجاب خودشون رو از سرشون در بردن در حمایت از مردم ایران و انقلاب زن زندگی آزادی جمهوری اسلامی به اونها حکم داد ممنوع کارشون کرد و اونها رو روانه روان پزشک و روان درمانگر کرد که برن مثلا خودشون درمان کنن و این مشکل رو حل بکنن اولین بار نیست که جمهوری اسلامی این حرکت رو میکنه و در مورد آهو دریایی هم داریم میبینیم که چون انقدر این حرکت جسورانه بود انقدر این حرکت واقعا اکت اعتراضی که آهو درگیری انجام داد انقدر تاثیرگذار بود که همه دنیا رو دوباره به صدا در آورد و همه دنیا همه اخبار همه دنیا در مورد صحبت کردن جمهوری اسلامی روانه بیمارستان روانی کرده آهو درگیری رو و همچنان هم که میدونی ازش بیخبریم و قطعا حالا اونجا داروهایی براش تجویز میشه برای اینکه جمهوری اسلامی مستعصله و واقعا نمیدونه دست زنها باید چیکار بکنه جریمه میکنه زندان میکنه جاوز میکنه میکشه هر واقعا اقدام میکنه باز هم زنها به عقب بر نمیگردن همونطور که خودشون گفتن و دارن به مبارزاتشون ادامه میدن و همینطور که میبینید با بیهجابی عملیشون واقعا دست جمهوری اسلامی رو از زندگی خودشون میخوان کوتاه بکنن و در واقع دست مذهب رو میخوان از زندگیشون کوتاه بکنن و انتخابگر زندگیشون خودشون باشن در مورد این کلینیک هم که میگم همونطور که گفتم خیلی مورد تمسخر قرار گرفته خیلی واکنش های بیشتر میخوام بگم با این واکنش هایی که مردم همه مسخره کردن این رو میخواستن واقعا این نشون بدن که یک واقعا راهکاری جمهوری اسلامی جلوی خودش گذاشته دوباره رفته سرش که نخنماز همون موقعی که این کار کردم خیلی واقعا نخنما و خیلی مسخره بود و در زمانی که حتی میگم یک سری از بازیگران سینما رو هم روانه روان پزشک و مرکز روان درمانی کرد همون موقع هم همه خیلی مخالفت کردن و همه خیلی مسخره کردن و همه گفتن که واقعا این فقط نوعی تحقیر انسانیه که شما دارین این کار رو با مردم و زنان انجام میدین اما خب از یه طرف دیگه هم میدونیم که در یک واقعا منجلابی مثل جمهوری اسلامی وقتی که شرایط اینقدر بده همه جوره تحت فشار فشار از لحاظ بین المللی که واقعا شرایط اسفناکی رو برای خودش رقم زده از, از داخل ایران که هر لحظه ممکنه با هر جرقه جمهوری اسلامی واقعا با سر بخوره زمین برای همین یک سری از این اوباش جمهوری اسلامی هم هر روز یک طرح جدید رو از خودشون ارائه میدن به خاطر اینکه حالا یه خوش رخصی هم واسه خامنه ای بکنن و از اون طرف هم یک بودجه ای بگیرن که با بیت المال که به قول خودشون بیت المال با این پولی که مال مردمه بخوان یک همچین شرایطی رو ایجاد بکنن برای هرچه سرکوب بیشتر سرکوب کردن زنان و تحقیر کردن در واقع همه جامعه اما خب همونطور که گفتم این شیوه هم خیلی شیوه نخنماییه و تا الان که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم میدونیم که همون مورد تمسخر قرار گرفته هیچ کاری از پیش نمیبر و اساسا تفکر اسلامی یک تفکر ضد زنیه که هیچ ربطی به دنیای امروز نداره و همونطور که میدونین در تمام این 46 سال در جنبش رهایی زنان زنان همیشه این رو فریاد زدن و هیچ وقت این تفکر رو قبول نکردن الان هم واقعا همونطور که در مورد جوک ساخته شده مسخرش کردن بعد از هر تریبونی به این واقعا رفتار شنی انسانی غیر انسانی باید اعتراض کرد و از هر تریبونی در موردش صحبت کرد و زنده با زنانی که در کنار آهو دریایی ایستادن از اون حمایت کردن در تمام دنیا و عکت اعتراضی آهو دریایی رو واقعا ادامه دادم بازتولید کردن و صدای همه زنان هستند در تمام دنیا. بسیار مهمه که در این زمینه ما،, ما, که اکس مسلم هستیم صحبت بکنیم در این زمینه فعالیت بکنیم و اساسا این رو بگیم که مذهب جایی در تفکر مدرن زنان ایران و مردم ایران نداره و خواست مردم رو در این دنیای مدرن مذهب اصلا نمیتونه جوابگو باشه میراد ممنون میشم اگر نکته نظری در این رابطه داری بشنوید حتما از بود سیاسی و به هر صورت فاندی که احتمال احتمالا یه میخوان بگیرن و بعد برایش که اتکه توضیح بگذاریم من میخوام رو این موضوع یه مقدار بیشتر متمرکز بشم که به عقیده ای من ایجاد یک همچین کلینیکی و انتشاری همچین خبری در واقع اون کن و جوهره تفکر اسلامی حکام ایران رو به عقیده ای من نشون میده یعنی به برصد ببینید ما در دنیای مدرن یه سری موازین اخلاقی و تفکری مدرن داریم که برگرفته شده از علوم مدرن سوشال ساینس مردم روانشناسی علوم اجتماعی و غیره هست که در هم تنیده با فیزیولوژی بدن انسان و دستاوردهایی که پزشکان در واقع به دست آوردند در هم تنیده شده ما یک سری اخلاقیات دنیای مدرن رو داریم که میدونیم که به هر صورت حقوق انسان حقوق کودک برابری زن و مرد حقوق همجنس کردن و حتی حقوق حیوانات در چه سطح بالایی در سال 2024 در غرب رایت میشه یعنی این به هر صورت موازین اخلاقی و تفکری که دانشمندان خلق کردند به درجات زیادی میشه نشوند که به قانون تبدیل شده در کنار این افرادی رو داریم که همچنان به دو هزار سال پیش فکر میکنن یا مثلا به 1400 سال پیش نگاه میکنن و خب تفکرشون متعلق به اون دوران هست و خب اینها اعدام شکنجه جنایت کودک همسری حجاب بر کودک رو نه تنها بد نمیدونن که ارزش میدونن و بعد از اون طرف بی حجابی مشروب خوردن در خیابون هم رو بوسیدن در واقع عشق ورزیدن به پارتنر همجنسگرایی و غیره رو بد میدونن یعنی ما دو نظام تفکری متفاوت به همین اعتبار هم هست که در اکس مازلم ما ضمن این که به رسمیت میشناسیم که افراد اشتباه بکنن به تفکرات مذهبی و خرافی اعتقاد داشته باشند خواستمون و تلاشمون این هست که جامعه رو بسازیم که خود افراد جامعه حتی در اندرونی خودشون تفکرات اسلامی و خرافی نداشته باشن برای اینکه اسلام و تفکرات اسلامی نه تنها به خود فرد که به کل جامعه در واقع ضربه میزنه درسته ما در بعد کلان با اسلامی سیاسی به سیاسی مبارزه میکنیم و خواهان سکولار شدن ایران و نابودی جمهوری اسلامی هستیم ولی در بعد فردی هم سعی کنیم به افراد این گرا رو بدیم این خوراک فکری رو بدیم و سازوکاری رو در جامعه تنظیم بکنیم که افراد به انتخاب شخصی خودشون حتی به سمت اسلام نرن زیرا که تفکرات اسلامی هنجارها و ناهنجارها و اخلاقیات اسلامی مغایر با اخلاقیات دنیای مدرن مثلا یک نمونهشو بغدی من در با همین تاسیس کلینیک میبینیم بحث مفصل حتما در برنامه های بعدی بهش بیشتر خواهیم پرداخت ولی اگر نکته داری خوشحال میشم بشنوم ممنون ممنون توضیحاتت همونطور که تو گفتی واقعا به نظر من و به نظر تمام افرادی که واقعا انسانی فکر میکنن هیچ تفکری هیچ واقعا قوانینی رمان پریشتر و واقعا مزهکتر و نیازمندتر به روانشناس و روان درمانگر نداره به اندازه تفکرات اسلامی و قوانین اسلامی که چطور واقعا این کودک همسری زنس تیزی و تمام اینها رو به پشتوانه قوانینی که در قرآن نوشته شده انجام میدن و همه اینهاست که در واقع نیاز به روان درمانگر دارن نه مردمه که مطالبه عادی و انسانی خودشون رو میخوان و دارن براش مبارزه میکنن مرسی از همه شما عزیزان که تا این لحظه همراه ما بودین و دوستان عزیزانی که زب شده برنامه ما رو از تلویزیون کانال جدید میبینید نکته نظراتتون رو برای ما از طریق راه ارتباطی ما ارسال کنید تا برنامه دیگه اوقات خوشی رو برای همه شما آرزو میکنه